یوحنا فصل 19. در این وقت پیلاطوس امر کرد عیسی را تازیانه بزنند و عساکر تاج از خار بافته بر سر او گذاشتند و چپن ارغوانی رنگ به او پوشانیدند و پیش او می آمدند و می گفتند: و با او سلی می زدند. بار دیگر پیلاطوس بیرون آمد و با آنها گفت: ببینید، او را پیش شما می آورم تا بدانید که در هو هیچ جرمی نمی بینم. و عیسی در حالی که تاج خار بر سر و چپن ارغوانی بر تن داشت بیرون آمد. پیلاطوس گفت: ببینید، آن مرد اینجاست. وقت سران کاهنان و ماموران آنها او را دیدند، فریاد کردند: مصلوبش کن، مصلوبش کن. پیلاطوس گفت: شما او را ببرید و مصلوب کنید، چون من هیچ تقصیری در او نمی بینم. یهودیان جواب دادند: ما شریعتی داریم که به موجب آن او باید بمیرد، زیرا اعدام میکند که پسر خداست. وقتی پیلاطوس این را شنید، بیش از پیش ترسید و باز به قصر خود رفت و از عیسی پرسید: تو اهل کجا هستی؟ عیسی به او جواب نداد. پیلاطوس گفت: آیا به من جواب نمی دهی؟ مگر نمی دانی که من قدرت دارم تو را آزاد سازم و قدرت دارم تو را مصلوب نمایم؟ عیسی در جواب گفت: تو هیچ قدرتی بر من نمی داشتی اگر خدا آن را به تو نمی داد. از این رو کسی که مرا به تو تسلیم نمود تقصیر بیشتری دارد. از آن وقت به بعد پیلاطوس کوشش کرد او را آزاد سازد، ولی یهودیان دائما فریاد می کردند: اگر این مرد را آزاد کنی دوست امپراتور نیستی. هر که ادعای پادشاهی کند دشمن امپراتور است. وقت پیلاطوس این را شنید، عیسی را بیرون آورد و خود در محل موسوم به صفه حکم که به زبان عبرانی آن را جباتا می گفتند بر چوکی قضاوت نشست. وقت تهیه فسح و نزدیک ظهر بود که پیلاطوس به یهودیان گفت: ببینید، پادشاه شما اینجاست. ولی آنها فریاد کردند: اعدامش کن، اعدامش کن، مصلوبش کن. پیلاطوس گفت: آیا می خواهید پادشاه شما را مصلوب کنم؟ سران کاهنان جواب دادند: ما پادشاهی جز امپراتور نداریم. آخر پیلاطوس عیسی را به دست آنها داد تا مصلوب شود. پس آنها عیسی را تحویل گرفتند. عیسی در حالی که صلیب خود را می برد به جایی که به کاسه سر و به عبرانی به جلجتا موسوم است رفت. در آنجا او را به صلیب میخکوب کردند و با او دو نفر دیگر را، یکی در دست راست و دیگری در سمت چپ او، مصلوب کردند و عیسی در بین آن دو نفر بود. پیلاطوس تقصینامه نوشت تا بر صلیب نصب گردد و آن نوشته چنین بود: عیسی ناصری، پادشاه یهود. بسیاری از یهودیان این تقصیرنامه را خواندند، زیرا جایی که عیسی مصلوب شد از شهر دور نبود و آن تقصیرنامه به زبانهای عبرانی و لاتین و یونانی نوشته شده بود. بنابراین سران کاهنان یهود به پیلاطوس گفتند: ننویس پادشاه یهود، بنویس او ادعا کرد که پادشاه یهود است. پیلاطوس جواب داد: هرچی نوشتم نوشتم. پس از این که عساکر عیسی را به صلیب میخکوب کردند، لباسای او را برداشتند و چهار قسمت کردند و هر یک از عساکر یک قسمت از آن را برداشت، ولی پیراهن او که درز نداشت و از بالا تا پایین یک پارچه بافته شده بود باقی ماند. پس آنها به یکدیگر گفتند: آن را پاره نکنیم، بیایید روی آن قره بکشیم و ببینیم با کی میرسد. به این ترتیب کلام خدا به حقیقت پیوست که میفرماید: لباسای مرا در میان خود تقسیم کردند و بر پوشاکم قره انداختند. و عساکر همین کار را کردند. نزدیک صلیبی که عیسی با آن میخکوب شده بود، مادر عیسی به همراهی خواهرش مریم زن کلوپاس و مریم مجدلیه استاده بودند. وقتی عیسی مادر خود را دید که پهلوی همان شاگردی که او را دوست می داشت استاده است، به مادر خود گفت: مادر، این پسر تو است. و بعد به شاگرد خود گفت:
و این مادر تو است. و از امان لحظه آن شاگرد او را به خانه خود برد. بعد از آن وقتی عیسی دید که همه چیز انجام شده است گفت: تشنم. و بدین طریق پیشگویی کلام خدا تمام شد. خمره پر از سرکه در آنجا قرار داشت. آنها اسفنج را به سرکه تر کردند و آن را بر سر نی گذارده پیش دهان او گرفتند. وقتی عیسی به سرکه لب زد گفت: تمام شد. بعد سر به زیر افگنده جان سپرد. چون روز جمعه با روز تهیه فسح مصادف بود و یهودیان نمیخواستند اجساد مصلوب شدگان در آن روز بزرگ بر روی صلیب بماند، از پیلاتوس درخواست کردند که ساق پای آن سه را بشکنند و آنها را از صلیب پایین بیاورند. پس عساکر پیش آمدند و ساق پای آن دو نفر را که با عیسی مصلوب شده بودند شکستند. اما وقتی پیش عیسی آمدند دیدند که او مرده است و از این رو ساقای او را نشکستند. اما یکی از عساکر نیزه به پهلوی او زد و خون و آب از بدنش جاری شد. کسی که خود شاهد این واقعه بود این را میگوید و شهادت او راست است. او حقیقت را میگوید تا شما نیز ایمان آورید. چنین شد تا آنچه نوشته شده است تمام شود که هیچ یک از استخوان‌هایش شکسته نخواهد شد. و در جای دیگر نوشته شده: آنها به کسی که نیزه زدند نگاه خواهند کرد. بعد از آن یوسف رامی که به علت ترس از یهودیان مخفیانه شاگرد عیسی بود پیش پیلاتوس رفت و اجازه خواست که جنازه عیسی را بردارد. پیلاتوس به او اجازه داد. پس آمد و جسد عیسی را برداشت. نیکودموس، یعنی همان کسی که ابتدا شبانه به دیدن عیسی رفته بود، نیز آمد و با خود مخلوطی از مشک و مواد معطر که تقریبا 50 کیلو می شد آورد. آنها جسد عیسی را بردند و مطابق مراسم دفن یهود در پارچه کتانی با داروهای معطر پیچیدند. در نزدیکی محلی که او مصلوب شد باغی بود و در آن باغ قبر نو قرار داشت که هنوز کسی در آن دفن نشده بود. چون شب عید فسح بود و قبر هم در همان نزدیکی قرار داشت، عیسی را در آنجا دفن